فرزانه، یکی از طرفداران پروپاکورس لباس‌های ملی تاجیکی، چندین سال است که در شبکه‌های اجتماعی پارچه پیراهن‌ها و خلعت‌های تاجیکی را تبلیغ می‌کند. جهانگری را دوست دارد. می‌گوید همیشه در سفرهای خارجی چند از لباس ملی با خود می‌گیرد. مثلا این جامعه چکن یا گلدوزی اش را به پاریس برده و گردشگران کشورهای دیگر به آن توجهی زیاد کردند. وقتی من این را در تنم داشتم و بر کرده بودم، می اومدن و از رنگهاش نگاه میکردن، میپرسیدن. لباس ملی یادگاری از گذشتگان ما است و هر بانوی تاجیک را میباید که این فرهنگ خود را پاس و زنده نگاه دارند که تا به نسل‌های آینده ما میراث بگذارد. مدرن شدن این به افکار است، نه البته به لباس‌های بازن که ما لباس‌های سنتی خود را فراموش کنیم و لباس‌های بیگانه پرستی را ببر کنیم. این زن سال هاست که از روی خیاطی زندگی خود و سه فرزندش را میچرخاند. میگوید مشتریانش هم برای تهیه لباس های ملی و هم اروپایی به او سفارش میدهند. اما با مشاهده این دوزنده تاجیک در سالهای اخیر زنان و دختران به پیراهن های با طرح ملی اما با آستین های دراز ترجیح میدهند، مثل خودی او. من زنی عادی هستم که همین بیشتر با لباس های آستینم دراز. ممکن این سن و سال باشد، ممکن این از فهمیشی که من از دین بخبر شدم باشد. پس کردن قهر، این صبر، همه این چیزهای من از اسلام راستی که آموختم. سه ماه پیش پارلمان تاجیکستان قانون تنظیمی جشن و مراسم را اصلاح و خرید و فروش و پوشش لباس به اصطلاح بیگانه را در اماکن عمومی در این کشور ممنوع اعلام کرد. با باور بسیار منظور از لباس بیگانه ستر و حجاب زنان و دختران تاجیک است. یک و نیم ماه قبل قانون اصلاح شده به تایید رئیس جمهوری تاجیکستان رسید و اکنون اجرایی شده. تصمیمی که انتقاد مخالفان دولت را برانگیخت و نوع محدود کردن آزادی های مدنی زنان و دختران ارزیابی شد. برقعی دارد، صورتش برهنه است. ولی شبکه های اجتماعی نیز به میدان بحث و مناظره مخالفان و موافقان ستر و حجاب تبدیل شد. در فضای مجازی بحثی داغ میان ملاهای افغانستان و تاجیکستان راه افتاد. در پی این بحث ها شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان فتوای صادر کرد و به زنان و دختران پوشش لباس های تنگ و سیاه و حریر را توصیه نکرد. نیم اوریونی که تماماً به ملت ما بیگانه هست، اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی شود. در نظر اکثریت کلی، چی مادر، خواهرها و چی مردم تاجیکستان، لباس رنگ سیاه یعنی چندان قبول نیست. و دیگر اینکه بی نهایت چسبیده و که تمام عضوهای بدنش نمایان می شود با اون سر و لباس که اون رو به نام حجاب می پوشد، اون حجاب اسلامی هم نیست. در این فتوا تاکید شده که زنان و دختران تاجیک با داشتن لباس ملی نیز می توانند معیارهای شریعت اسلامی را رعایت کنند. اکنون به منظور تبلیغ لباس ملی برای نخستین بار در تاجیکستان جشنواره لباس های ملی برگزار می شود. همچنین در روزهای نزدیک لباس های توصیه شده برای زنان و دختران که از سوی کارشناسان نهادهای دولتی تهیه شده معرفی خواهد شد. برخی از نمونه های این لباس ها را که رسانه ای شده روحانیان مقیم خارج انتقاد کردند. با گفته آنها در این نمونه های لباس ها گردن، قفس سینه و موی سر زنها دیده می شود. آستین پیراهنها کوتاه و دستان زنها هم نمایان هستند که این همه مغایر با شریعت اسلام است. با این همه چنین به نظر می رسد که هدف اصلی مقامات از مبارزه با لباسی به گفته آنها بیگانه، جلوگیری از گرایش جامعه به سمت اسلامی شدن و گسترش افرادگرایی دینی در این کشور است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه.